درود بر شما. چهارم شهریور ماه 1401 خورشیدی و 26 اوت 2021 میلادی، 22 میلادی ببخشید. امشب در صفحه آخر میپردازیم به ناگفته‌ها در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی درباره مجتمع فولاد مبارکه اصفهان. پرده آخرم آخر برنامه. فولاد مبارکه اصفهان از صنایع بعد از انقلاب، کلنگش سال 60 زده شد، سال 72 به بهره برداری رسید. 10% فولاد کشور رو تأمین میکنه، البته در تبلیغات میگن 50% فولاد کشور رو به چند کشور آفریقایی صادرات داره: الجزایر و مراکش شمال آفریقا. بیش از 40 شرکت و هلدینگ زیر مجموعه داره و حدود 14,000 نفر شاغل. گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه دوره مهر ماه 97 تا اسفند 1400 رو پوشش میده. در این دو سال و نیم طبق گزارش مجلس نزدیک به 4000 میلیارد دلار برابر با حدود 92000 میلیارد تومان حیف و میل شده. فقط تو این دو سال و نیم این 92000 میلیارد تومان یعنی چی؟ یعنی چقدر؟ در مقایسه با چند قلم بودجه مورد نیاز امروز، همین لحظه و ضروری مردم چه معنی داره؟ 15 برابر بودجه برنامه تأمین آب وزارت نیرو، نزدیک 6000 برابر بودجه احیای تالاب هامون، 16 برابر مجموع بودجه ستاد احیای دریاچه ارومیه، 14 برابر بودجه استان سیستان و بلوچستان، 49 برابر برنامه نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، 22 برابر برنامه حمایت از دانش آموزان مناطق محروم، 5 برابر بودجه سازمان بهزیستی کشور. هیچی نمیگم من. تا همین اواخر شمی الان صدا و سیمای جمهوری اسلامی از فولاد مبارکه پول میگیره تا فیلمای تبلیغاتیشو پخش بکنه. سراغ این دشت حاصلخیز صنعت ایران را در هیچ کجای دیگر نگیرید که این فخر ایران و ایرانیان سال هاست که یکتا و بی همتا حماسه تولید ملی را رقم زده و به تولید افتخار مشغول است. تولید نزدیک به 4 میلیارد دلار اختلاس و دزدی در طول کمتر از 3 سال. تولید افتخار، نتیجهش ببینید، تولید این مجتمع بزرگ در سال جهش تولید 2 میلیون تن کاهش پیدا کرده. موسوی لارگانی که بانی طرح تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه در مجلس شد، صحبتاشو الان شنیدین، در دیماه 99 درباره چگونگی انتصاب مدیر عامل فولاد مبارکه و بعضی از راندخاری های بعد از این انتصاب یه فاشگویی هایی کرد. ما قانون عدم بکارگیری بازنشستگان رو مصوب کردیم. خود این آقایی که مدیر عامله، بررسی بکنید، در وزارت راه و شهرسازی مسئول بوده. به دلیل اجرای همین قانون، حتی در استعفایی هم که داده به این قانون اشاره کرده که چون بازنشسته هستم از سمتم استعفا میدم. اما بعد میان ایشون رو در یه مجموعه بزرگی که گردش مالیش قریب به 100,000 میلیارده، 100,000 میلیارد تومنه، سود این فولاد مبارکه 20,000 میلیارد حداقل در ساله، 20,000 میلیارد، میان ایشون رو میذارن بالا سر یه چنین مجموعه ای، بعدم سوء استفاده هایی که میخوان بکنن میکنن، چون هر کسی هم یه قیمتی داره. ببینید،
وزیر ما 2 ماه اومده در رأس وزارت سمت قرار گرفته، اما 4 تا از نزدیکانش سمت میگیرن در مجموعه فولاد مبارکه، در شرکت های زیر مجموعه فولاد مبارکه. مسئول تراز اول کشور ما خانومش میره قرارداد میبنده و پول کلانی رو میگیره. قراردادم درستش میکنن ظاهرش رو، با قرارداد پژوهشی. حالا این خانوم چه پژوهشی میتونه انجام بده؟ یا وزیر سابق راه و شهرسازی قرارداد 10 میلیاردی باش بسته شده، یه خانم دیگری قرارداد 200 میلیاردی بسته شده، برای اینکه حتی هیئت مدیره اونجا هم نتونه نظارت بکنه قرارداد رو 7 میلیارد تمدید میکنه که در اختیار خود مدیر عامل باشه. حالا اینا پول خورده، البته خواهم گفت در طول برنامه. به هر حال مدیر عاملی که میتپونن توی فولاد مبارکه و تو این جنگ قدرت به هر حال اونو برمیدارن اینو میذارن، کیه این که باعث شد فشارها از جمله این صحبتهایی که شد از این نماینده مجلس و رسانه ها باعث شد که برکنارش بکنن در آبان یا آذر 1400 و یکی دیگر رو بذارن جاش. حالا خواهم گفت کیه این آقا که برش داشتن، یعنی حج حمید رضا عظیمیان، مدیر عامل وقت شرکت فولاد مبارکه اصفهان، خیلی خیلی مکتبی و ذوب در نظام مقدس تشریف دارن. به من بگین سربازی کوچک از این خط و فرمانده اصلی کسی نیست جز شهید قاسم سلیمانی، فرمانده خط مقاومت و استقلال و امنیت کشور. همه ما بایستی گوش به فرمان مقام معظم رهبری و در پی فرامین ایشون برای استقلال و خودکفایی و استفاده از فرصت تحریم ها تلاش بکنیم و فرزندانی شایسته برای ملت بزرگ ایران باشیم. خوبه که از این فرصت یادی از شهید بزرگوار، شهید مظلوم دکتر بهشتی بکنیم که در یک جمله بسیار ارزنده و معروف فرمودن که آمریکا از دست اقدامات ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر. با فشار بعضی نماینده های مجلس و رسانه ها این مدیر عامل جهادی رو که گفت بمیر به آمریکا برش داشتن، چون خیلی سر صدا شده بود. حالا میگم به همشون میگن بمیر، جاش کیو گذاشتن که گفتم میگم بهتون؟ ممیاسر طیب نیا رو گذاشتن جاش، برادرزاده طیب نیای وزیر اقتصاد و دارایی دولت روحانی. ممیاسر که به اون وزیر اقتصاد میگه عمو جون، خودش معاون خرید فولاد مبارکه بود در زمان مدیرعاملی همین عظیمیان که شنیدین حرفاشو، یعنی همدستش بود. حالا اونو برشتن اینو گذاشتن. به همین دلیله که گزارش تحقیق و تفحص مجلس که منتشر شد، ممیاسر طیب نیا که الان مدیر عامل نامه زد به اداره ناشران سازمان بورس، که اینا یه سری ادعاست اینایی که تو این گزارش اومده، پیرو قرائت گزارش هیئت تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه در صحن علنی مجلس و ارجاع آن به مرجع قضایی به اطلاع کلیه سهامداران میرساند که اظهار نظر قطعی در خصوص کلیه ادعاهای مطروحه در گزارش مذکور منوط به رسیدگی و صدور رأی قطعی از مرجع قضایی است. میگه اینا ادعاهای مطروحه در گزارش مذکور. خب ببینید، یه عده از کسایی که همینجوری اتوبوسی اومدن فولاد مبارکه و شرکت های زیر مجموعش غارت کردن، یه عدهشون رو ببینیم از کجا اومدن. مدیر عامل ورق خودرو شرکت زیر مجموعه فولاد، منتسب به جهانگیری معاون اول دولت روحانی. مدیر عامل شرکت ایریسا زیر مجموعه فولاد، منتسب به
محمود بایزی رئیس دفتر دولت روحانی، مدیر عامل فولاد تاراز زیر مجموعه فولاد، داماد علی اکبر ولایتی که مشاور اعظم رهبر معظم است، مدیر عامل شرکت آتی فولاد زیر مجموعه فولاد منتسب به استاندار دولت اصلاحات در اصفهان، مدیر عامل شرکت توکا حمل و نقل زیر مجموعه فولاد فرماندار سابق مبارکه، مدیر روابط عمومی فولاد متیل خواهر مدیر حوزه ریاست مدیر عامل فولاد مبارکه که حالا با این خواهر مژگان خانوم، حالا ببینیم اگه وقت شد کار خواهیم داشت. ببینین مثلا مهدی تاج که تو این فهرست هست که هر جا فساد هست اسم اونم هست، چه ربطی به صنعت فولاد داره که استخدام شده تو فولاد مبارکه، ماهانه حقوق میرزن به حسابش کلون. یه فهرستی از مدیران فولاد مبارکه که همین فهرست که یا مدیر عامل فولاد یا معاون اول رئیس جمهور و وزرای سمت و مدیر حراست و نماینده های مجلس سفارش کردن یا دستور دادن که اینا بیان به عنوان مدیرای فولاد مستقر بشن و دارین میبینین دیگه که کیا سفارش کردن و کیا اومدن سر کار. اسمشون بود نمیدونم، اگر که نیاز من یه بار براتون بخونم، اگرم که نیاز نیست که الان خدمتتون عرض میکنم کدوم بود دقیقا براتون بخونم. خب خوبه آدم بدونه که اینا میتونیم دوباره نشونش بدیم یا نمیتونیم. خیلی خیلی ازتون عذر میخوام، اینا همه جا به جا شده و من برای اینکه وسط کار همه چی رو به هم نریزم، دوباره شما رو اذیت نکنم، اجازه بدین که یک لحظه من این جدول رو پیدا کنم و بعد دیگه بریم جلو. ببینین آقای مجید فلاح عضو هیئت مدیره گلگهر، رزم حسینی وزیر سمت سفارشش رو کرده، وحید میرزای بافقی مدیر عامل فلان اسحاق جهانگیری سفارشش رو کرده، مجید آنتیکی نژاد که فامیلش هم آنتیکه، رز باجناق رزم حسینی وزیر سمت، و شهرام اشتهادی عباس آخوندی سفارش کرده. همینجوری بیاین تا پایین دیگه ببینین بازم یکی دیگر رو وزیر سمت سفارشش کرده و و و. خب شایستگی حرفه‌ای که خب اصلا مورد نظر نیست، مثل همه پست‌های مدیریتی در نظام مقدس تقوا مهمه از زمان خمینی تا حالا. مثلا اولین کسی که در یکی از این فهرست‌ها بود که براتون میارم همین خانومی که عرض کردم با خواهرش کار داریم، مژگان نامداری. این آدم تو صدا و سیمای اصفهان کار می‌کرده، با حقوق سالانه 580 میلیون تومان استخدام میشه به عنوان مدیر حوزه مدیر عامل. ببینید صحبت‌های موسوی لارگانی رو براتون بخونم. در 24 دی 99، نزدیک 2 سال پیش در مجلس، مدیر عامل فولاد مبارکه 30 میلیون تومان حقوق و 50 میلیون تومان به عنوان پاداش دریافت میکنه، یعنی حقوق 80 میلیونی میگیرد. از چه کسی این حقوق را دریافت میکند؟ 30% فولاد مبارکه متعلق به سهام عدالت و در حقیقت سهام عدالت هم برای افراد بدبخت و بی بضاعت است. خانم مژگان نامداری هر جایی با آقای عظیمیان بوده مدیر عامل و در مسائل زمین شهری حضور داشته است. او دستورات آقای عظیمیان را اجرا می‌کند و ماهانه 35 میلیون می‌گیرد. سال 99 24 دی 99. بر چه اساسی الان در سعادت آباد منزل دارد؟ چه اساسی دارد که خواهر مژگان نامداری قرارداد 10 ساله با فولاد مبارکه بسته است؟ یک ماه بعد از این صحبت‌ها، بعد از این صحبت‌های 24 دی 99، یک ماه بعد از این صحبت‌های لارگانی در مجلس، با مژگان نامداری قرارداد می‌بنده فولاد به عنوان مدیر
حوزه ریاست و با خواهرش قرارداد می‌برد و به عنوان مدیر روابط عمومی حقوق سالانه 580 میلیون تومان. این شماری از سفارش شده های استخدامی هستند که به طور کلی در گزارش آمده، از جمله کسانی که به دلیل بازنشسته شدن در همین فولاد نمیتونستن در اینجا استخدام بشن، رفتن تو شرکت های تابعه فولاد استخدامشون کردن با حقوقای ماهانه 80 متوسط 80 میلیون تومان در ماه. آدمایی که یا عضو هیئت مدیره فولاد بودن قبل از بازنشستگی، یا معاون وزیر بودن، یا مدیر کل وزارت سمت در استان اصفهان بودن، یا استخدامای خانوادگی، برادر مدیر عامل عظیمیان، خواهر قائم مقام مدیر عامل، گلپسر مدیر حراست، خود مدیر حراست هم اینجوری بردنش، گلپسر مدیر حراست با متوسط حقوق ماهانه 25 میلیون تومان. بذارید چند نکته عرض کنم خدمتتون قبل از اینکه ببینیم چجوری این 4 میلیارد دلار تو این دو سال و نیمه حیف و میل شده. اولا انتشار این گزارش ها و این تحقیق و تفحص ها به هر نیتی که باشه، در هر جنگ رقابتی حکومتی که باشه، کار نیکویی است، چون مردم از لااقل بخشی از واقعیت آگاه میشن. ثانیا اعداد و ارقامی که تو این گزارش اومده به عمد یا به سهو همه جا ریال نوشته شده، در حالی که دقیق به نظر نمیرسه. برای مثال عرض میکنم قیمت 34 هزار متر مربع زمین 181 میلیارد ریال نوشته شده، که خب با واقعیت قیمت زمین تو اصفهان حتی طرف های مبارکه که عرض میتره جور در نمیاد. 34 هزار متر زمین. یا مثلا تو این پاراگراف در صفحه 74 گزارش مبلغ تفاهم نامه فولاد مبارکه و بانک رسالت و سپاه یکانهای عدد 4 رقمی شده طرف راست، که اگه بگیم خب حتما باید 3 رقمی باشه و اون صفر آخری اضافیه، میشه 430 میلیارد ریال، 43 میلیارد تومان بین این 3 نهاد گردن کلفت. همچین باورپذیر نیست. اما اگه این شکل غلط نوشته رو در نظر بگیریم، یعنی اون صفر آخری هم در نظر بگیریم، میشه 4300 میلیارد ریال که خب با واقعیت به هر حال نزدیکتره. یعنی غلط نوشته شده تا نمیدونم عمدن یا سهوًا این شبهه در مبلغ دوزی و اختلاس ایجاد بشه. به همین دلیله که میبینین کل مبلغ اختلاس 92000 میلیارد تومانی اگرچه در انتها نوشته شده در صفحه 163 گزارش 263 گزارش، اما با جزئیات گزارش همچین چفت و جور نمیشه این رقم 4000 میلیارد دلار. مشکل عرض کردم، حالا شلختگی تهیه کننده های گزارش یا اشتباه و سهو هر چه هست، باید به هر حال با در نظر گرفتن همین ملاحظه‌ای که عرض کردم این گزارش رو بررسی کرد. ضمناً در لابلای صفحات گزارش شرکت هایی هستن که مثلا الف و ب و نمیدونم شرکت تراستی محرمانه معرفی شدن. اینا شرکت هایی که مال اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات و شاید هم بیت رهبر معظم که فولاد مبارکه هزینه این شرکت ها رو میده و حتی از سود این شرکت ها هم یک قرون نمیگیره بر طبق گزارش. نمونهش صفحه 75 گزارش، پرداخت هزینه های شرکت ب، شرکت تراستی محرمانه و همچنین عدم دریافت سود سهام از شرکت مذکور، جمعاً فلان مقدار پرداخت مبلغ فلان بابت خرید یک دستگاه تویوتا رفور جهت استفاده مدیر عامل شرکت که کارمند شرکت فولاد مبارکه بوده و به شرکت توکا تدارک مأمور شده است. از بچه های اطلاعات. فکر نکن اینا رو فقط مربوط به همین 2-3 سال اخیر و دولت روحانی است، یعنی همین مهر 97 تا اسفند 1400. سال 91 علی ایرانپور نماینده مبارکه در مجلس نهم درباره تخلفات فولاد مبارکه سخنرانی کرد که البته مثل بقیه نطقای خانه ملت فقط وقت گرانبهای نمایندگان ملت رو پر کرد. تخلفات گسترده استخدامی در
از ذوب‌آهن اصفهان در شرکت فولاد مبارکه را بررسی کنید. بر روال ورود شرکت‌های جدیدی که در شرکت فولاد مبارکه وارد شدند، شرکت‌های پیمانکاری خاص، ورود مجدد بازنشستگان، انشاءالله سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات نظارت دارد. همون سال 91 مدیرای فولاد مبارکه شرکت پیشگامان صنعت فولاد جی رو تأسیس میکنن، به اسمی روش میذارن که سهامش فقط مال بازنشسته های فولاد باشه. در تمام 9 سال گذشته از 91 تا حالا افزایش سرمایه این شرکت هیچ جا ثبت نشده. از که اصلا هیچ دولت و حکومت و مملکت و ساز و کار و نظارتی اصلا وجود نداره. سازمان بازرسی که اصلا قربونش بره، هیچ جا ثبت نشده که تو این ساله چقدر این سرمایه داشته داره فلان. بعد از 9 سال سهامش فقط به اسم 5 نفر از بازنشسته های فولاد. فولاد بیش از 8000 بازنشسته داره، فولاد مبارکه، که 9 سال پیش این شرکت یا این صندوق به اسم این بازنشسته ها و با آغاز سهم 1,000,000 ریالی اینجوری ثبتش کردن، راه افتاد. بعد از 9 سال هیچ. اون 5 نفر کیان که همه چی این شرکت به اسمشونه؟ سید ممصادق ابتهی، رسول شیخ الاسلام، مرتضی امیری زازرانی، محمد سلیمیان ریزی و ناصر کریمی. طبق گزارش مجلس در 3 سال 97 تا 1400 90 میلیارد تومان از فولاد مبارکه رفته تو حساب همین اسمایی که دیدی. 90 میلیارد تومان بابت حقوق بازی. میگم حالا اینا پول خورداست، ولی ببینید چقدر بیدر و پیکر این مملکت. به استناد مواد فلان و فلان اساسنامه شرکت فولاد مبارکه اصفهان، هیچ یک از مدیران شرکت نمیتوانند معامله، رقابت و دریافت تسهیلات از این شرکت داشته باشند. باید داشته باشند چی میشه؟ میرن با زد و بند محصول فولاد رو به اون شرکت ها میفروشن، هر قیمتی که میخوان کارسازی میکنن و حالا این بند بسیار مهمه، یعنی مواد بسیار مهم اساسنامه 3940 و 41 اساسنامه شرکت فولاد مبارکه چقدر رعایت شده ببینین دیگه. 18 عضو مدیریت فولاد مبارکه تو هیئت مدیره چند شرکت مرتبط با فولاد هستند. اینو نگه دارین که با دقت بینندگان عزیز ببینن. هجده تا عضو هیئت مدیره فولاد مبارکه تو شرکت‌های وابسته به فولاد همشون هستن. بعد میان با درست کردن شرکت تابع بخشی از شرکت اصلی رو میدن به افراد حقیقی. اون شرکت اساسنامه خودش رو ثبت میکنه و مستقل حسابرسی میکنه و مثلا مالیات میده و دولت هم قبولش میکنه. خب حالا بخش فرار مالیاتی فراوان هم داره اینا فولاد مبارک. نتیجهش میشود این که اسمن تابع اون شرکت اصلی است، اون شرکت تابع که گفتم حدود 40 شرکت تابع داره. عملا دست چند تا آدمی که از مدیرای اون شرکت اصلی هن، از مدیرای شرکت فولاد مبارک هن. اما حساب کتابشون جداست. مثلا شرکت تابع که مثلا بخششون هم میدن، میگن شما مثلا بیان یه 5% سهامم بخش خصوصی مثلا شریک میشه. یعنی چی؟ یعنی این شرکت های تابعه میشن مخزن پولشویی و حیات قلبت هر دزدی و فساد و استخدام و جابجایی آدم و غیر. صفحه 51 گزارش تحقیق و تفحص مجلس
میگوید یکی از مهمترین روش ها برای اختلاس و پولشویی در شرکت های بزرگ این است که به نام خصوصی سازی شرکت های در پایین دست شرکت تأسیس می شود که بخشی از سهام آنها به صورت خصوصی به افراد حقیقی یا حقوقی منتقل می شود. در این شرایط بخشی از دارایی های شرکت اصلی به این شرکت های زیر مجموعه منتقل شده و عملا از زنجیره نظارت و ارزیابی خارج می شود. در پی آن با انعقاد قراردادهای ظاهرا قانونی رسمی بدون ارزیابی تحقق موضوع قرارداد اصلا انجام شده نشده، فقط سوری، این اموال به اشخاص حقیقی یا حقوقی مورد نظر منتقل می شود. حالا یک سال بعد از تشکیل دولت دوم، دولت امنیتی روحانی، یعنی سال 97، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار میشن تا یکی از وفادارترین آدماشونو به اسم حمیدرضا عظیمیان که بازنشسته وزارت راه و شهرسازی است بیارن بکننش مدیر عامل فولاد مبارک. مهر ماه 97 بعد از ماها تنش بین فولادسازان و دولت در خصوص نحوه مدیریت بازار فولاد، برخی مقامات بلندپایه دولت و وزارت صمت تصمیم به تغییر مدیران گرفتند. بر اساس گزارشات ارسالی از برخی نهادهای عالی رتبه نظارتی کشور به هیئت تحقیق و تفحص، رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور یعنی ایمیترو، آقای مهدی کرباسیان با همکاری وزیر صمت آقای محمد شریعت مداری در واپسین روزهای مدیریت خود حمیدرضا عظیمیان را جایگزین بهرام سبحانی نمودند. عظیمیان که بازنشسته وزارت راه و شهرسازی بوده بدون اخص و تاییدهای لازم به منصب جدید وارد میشه. بدون اخص و تاییدهای لازم کی به کیه؟ در طی دوره حضور وی مخالفت‌های صورت گرفته پیدا و پنهان برخی نهادها و افراد از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی نتوانست دولت را مجاب به برکناری این مدیر بازنشسته و غیر متخصص نماید. در مهر ماه 98 با انتشار گزارش سازمان بازرسی کل کشور و تاکید مجدد بر غیرقانونی بودن حضور عظیمیان در فولاد مبارکه، مهر 98 گفتن آقا غیرقانونی اینجا باشه، کی به کیه؟ چون بازنشسته بوده دیگه، نمیشه دوباره بیاد مدیر دولتی بشه. چون بهتون میگم این یادتون نره که مثلا مدیر عامل و هیئت مدیره فولاد مبارکه رو وزارت صمت دولت تعیین میکنه. سال 98 با انتشار گزارش سازمان بازنشسته کل کشور و تاکید مجدد بر غیرقانونی بودن حضور عظیمیان در فولاد مبارکه، وزیر صمت، وزیر وقت صمت این بار رزم حسینی، تلاش های جهت برکناری او انجام داده، چون محمد شریعت مداری آورده بودش، اما این بار با مخالفت صریح معاون اول رئیس جمهور یعنی جهانگیری اسحاق و همچنین رئیس دفتر ریاست جمهوری واعظی روبرو گردید. همینجا متهم های ردیف اول معلومه کیان. این دوتا جدول ببینین مصداق بارز رشوه‌خواری مسئولان میانی جمهوری اسلامیست. مدیر عامل فولاد به همه کسایی که کارت هدیه و پول داده یه جورایی باهاشون کار داشته. نشون بدیم لطفاً یه بار دیگه. از اداره مالیات گرفته تا وزارت اطلاعات تا امام جمعه شهر، ائمه جمعه اطراف، مدیر کل سمت و استان، مدیر کل جهاد کشاورزی، مدیر کل منابع طبیعی، فرماندهی انتظامی زرین شهر، مدیر عامل برق منطقه‌ای، ببینید با همه اینا کار داشته و خب بهشون کادو داده، هدیه داده، کارت هدیه داده. مدیر عامل یه تنخواه گردانی داره که تن نداره. اون خرجایی که خودش و دوست دخترش از همین کیسه، همون مژگان نامداری که عرض میکنم که من نمیگم، حتی همین موسوی لارگانی هم اشاره میکنه به اینکه اینها دوست دختر گفتم، اهانت به کسی نکردم یا زندگی خصوصیشون رو نرفتم ورق بزنم. این چیزیه که موسوی لارگانی نماینده مجلس میگه و اصلا به این دلیل این آدم رو از صدا و سیما و اشتباه آورده که بر دست خودش سالی 580 میلیارد تومن بهش حقوق میده، خارش هم آورده گذاشته مدیر روابط عمومی، اون من نمیدونم از کجا آورده. حالا عرض کردم مدیر عامل یه تنخواهگردان تهنداری داره
که از همین کیسه خودش و مژگان نامداری و خارش و نمیدونم اینا یه حالا به صورت کارت هدیه و غیره پرداخت میکنن، فقط در طی یک سال 98 مبلغی که دیدین فقط مربوط به یک سال 98 که اون وقت گزارش تحقیق و تفحص مجلس میگه لیست توزیع آن مشخص نیست. خب چقدر دادین، چقدر خوردین، به کیا دادین؟ حالا این چیزیه که هیئت تحقیق و تفحص رفته خودشون پرسیده چقدر گرفتین، بقیهش کو؟ بعد برای اینکه کسی یقشون رو نگیره، ریش سیویل اطلاعاتی ها و سپاهی ها و امام های جمعه و نماینده های مجلس شورای اسلامیشون رو اساسی چرب میکنه. پرداخت به اداره کل استان اطلاعات، به اداره کل اطلاعات استان، وزارت اطلاعات ببخشید، مدیر عامل فولاد مبارکه طی سالهای 98 و 99 و در طی چند نوبت، اگر ممکنین جدول رو که نشون میدیم تا اونجا که میشه نگر داریم روی سکرین، وقتی که میخونم یه مقدار اعداد برای بیننده ها روشن‌تر بشه. مرسی. خب مدیر عامل فولاد مبارکه در طی سالهای 98 و 99 و طی چند نوبت مبلغ 26 میلیارد و 225 میلیون ریال به حساب‌های معرفی شده از سوی دستگاه مذکور یعنی اداره کل اطلاعات استان پرداخت کرده است. همچنین شرکت فولاد مبارکه تعداد 3 دستگاه خودروی خارجی هیوندا و مبلغ 1 میلیارد ریال بن کارت خرید از فروشگاه آکوپیان به دستگاه اجرایی مذکور اهدا کرده. همچنین به درخواست اداره اطلاعات مبلغ 26 میلیارد ریال به حساب اداره کل اطلاعات استان واریز شده است، ضمن آنکه مبلغ 5 میلیارد ریال بن کارت هدیه به مدیر حراست شرکت که اونم منصوب وزارت اطلاعات تحویل شده و و و و پول خوردای اینجوری. پرداخت دستگاه نظامی و انتظامی شرکت فولاد مبارکه بر اساس درخواست‌های صادره از سوی فرمانده‌های نظامی و انتظامی مبلغ 15 میلیارد ریال به حساب نیروی انتظامی استان، همچنین مبلغ 63 میلیارد ریال به حساب سپاه حساب زمان استان، پایگاه بسیج و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح واریز کرده است. پرداخت به ائمه جمعه و جماعت شرکت بر اساس درخواست‌های مختلف صادره از سوی اشخاص حقیقی شامل نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی دفاتر ائمه جمعه، امام جمعه گفته رد کن بیاد، بر اساس درخواست مختلف از اینا دفاتر ائمه جمعه و جماعت اقدام به پرداخت 14.5 میلیارد ریال به دربچه دفاتر ائمه و جماعت و همچنین ستاد اقامه نماز و ستاد ائمه جمعه کرده. از طریق شرکت فولاد هرمزگان زیر مجموعه جمعاً مبلغ 9 میلیارد و 500 میلیون ریال در بچه حوزه علمیه بنیاد بین المللی قدیر، ساخت مسجد و ستاد برگزاری نماز جمعه پرداخت شده است. این پول سهام عدالت رو باید به طریق عادلانه بیان بین مفخورترین لایه های نظام مقدس تقسیم کنن دیگه. حالا گداگودله هاشون بهشون یه چه میدونم مثلا 1 میلیارد تومان، 2 میلیارد تومان، 200 میلیون تومان میدن. کاش اینا حقوقای کارگره بود واقعا در ماه. بعد بچه پر روهاشون رو گردن دوم کلوفتاشون رو ده ها میلیاردی و صد ها میلیاردی. بعد در ادامه این حاتم بخشی ها پول پاشی به وزارت سمت قوه قضاییه و حتی ببینین این پول پاشی ها برای عاشق چشم ابرو نیست، طرف میخواد هر فسادی بکنه که هیچ کس نیاد سراغش، هیچکی، همه بگن فولاد مبارکه است خوبه بزنین کنار. وزارت سمت قوه قضاییه حتی خرید ماشین‌های لاکچری واسه معاون اول رئیس جمهور و معاونان و مشاورای او چی بگم دیگه. اداره اطلاعات استان اصفهان از طریق شرکتش سامانگستر امین 34,000 متر زمین میفروشه به فولاد مبارکه. زمین سال 96 به درخواست اطلاعات اصفهان از اراضی زراعی به گردشگری تغییر کاربری داده شده بوده. با این وجود فولاد مبارکه پول زمین رو میده به اطلاعات اصفهان، هدفش هم اعلام میکنه که این زمین برای امور رفاهی کارکنان است. طبق گزارش تحقیق و تفحص زمین محصور و غیر قابل استفاده است. این همدستی اطلاعات و مدیرای فولاد مبارک، همین اختلاس به اسم شرکت توکا فولاد که زیر مجموعه خود فولاد مبارک است اتفاق میفته. توکا فولاد نامه میزنه به شرکت مادر، به فولاد مبارکه،
ببینین ها، یعنی آدم واقعا نمیدونه کلشو به کجا بکوبه که اینقدر رو، اینقدر با پر روی، اینقدر دزدی میشه. شرکت زیر مجموعه نامه میزنه به شرکت اصلی مادر فولاد مبارک، میگه با توجه به اینکه خط انتقال 400 کیلو ولت 40 ستون پست جدید شهید خرازی در شرکت توانیر در دست بررسی و انجام مطالعات فنی است، بخشی از خط مذکور از زمین متعلق به شرکت توکا فولاد میگذرد. از آنجا که این امر باعث میشود نزدیک به 200 هزار متر مربع از زمین مذکور با توجه به حریم های قانونی غیر قابل استفاده شود، لذا پیشنهاد میگردد با توجه به مجاورت این بخش از زمین با فولاد مبارک، زمین های مذکور توسط فولاد مبارک خریداری شود. خریداری می شود. میگه چون این زمین ها دیگه غیر قابل استفاده است، بیا تو بخر. تو کی؟ تو خودشه. هیئت مدیره هاشون یکی هن. فقط این نام نوشتن ها و اینا فقط برای ثبت و پرونده است که مثل امروز اگه یکی رفت سراغشون بگن آقا ما نامه زدیم. خب شما کی هستین؟ خودتون این که دیگه نمیدونم دیگه، فکر کردم با این همه پول پاشی که کردن تو همه نهادها و وزارتخونه ها کسی دیگه نمیره بگه خب شما کی هستین، میگه همون کاغذ ها رو بده بذاریم اونجا. از خودشون پولش کجا رفته؟ کی این وسط واسطه بوده؟ بعید واسطه باشه، خودشون نشستن اونجا، دو تا شرکت، یکی زیر مجموعه شرکت مادره دیگه. بعد چقدر به آدم های کار گذاشته شده در شرکت فروشنده مثلا توکا فولاد رسیده؟ گزارش تحقیق و تفحص مجلس میگوید نزدیک به 200 هزار متر مربع از زمین مذکور به دلیل حریم قانونی غیر قابل استفاده است. بقیهش هم به دلیل مجاورت با ایستگاه برق با افت ارزش روبرو می شود. پس بیاین پول سهامدارای فولاد که بیش از 30% سهام عدالت و آدم های بدبخت کشورن، این که تو مشتمونه این پول، بیایم بیه خرید فروش اسمی بکنیم بین شرکت های خودمون، میلیون ها دلار بزنیم به جیب. مقایسه صورت های مالیشون دوزی های عجیب غریبی رو به سادگی نشون میده. برای نمیگم آدم کلش کجا بکنه، یه نمونه کوچک بگم. در صورت‌های مالی شش ماه حسابرسی شده برای احداث واحد نبرد گرم دو، برآورد مخارج تکمیل این پروژه به میزان 64,808,000 فلان ریال توسط حسابرس و بازرس قانونی تایید شده است. چگونه همین حسابرس در گزارش منتشره خود به تاریخ 28 بهمن 99 مبلغی بالغ بر 205,360,000 فلان برای احداث پروژه نبرد گرم دو تایید نموده که بیش از 4 برابر افزایش دارد؟ یه کارت هدیه چه میدونم یه قرونی میدن بهش، بعد میگن خب بیا بنویس حالا 4 برابرش کن جیرینگی. و طبق گزارش تحقیق و تفحص مجلس با بررسی وضعیت پیشرفت پروژه احداث همین خط نبرد گرم دوی فولاد مبارکه مشخص می شود که این پروژه عملا پیشرفتی نداشته است. طی 10 سال که هیچ پیشرفتی نمی کنه، از 89 تا 99 فروردین 99 قرارداد 1 ساله می بندن دوباره با شرکت فنی مهندسی مهر جی که اونم متعلق به فولاده که بیاد مثلا کار رو را بندازه. بعد از 10 سال تا پایان سال 99 طبق گزارش 1.8% کار جلو می رود، یعنی هیچی، یعنی از یک کاسه بینید چند بار می خورم چند بار می خورم. چقدر داده بودن برای اینکه کار را بیفته به این شرکت مهرجه فولاد مبارکه؟ 200 میلیارد ریال. بابت چی؟ بابت نظارت عالیه و نظارت کارگاهی. نظارت کنن. خب نظارت کردن، از توش هیچی در نیاوردن جز 200 میلیارد جیرینگی. به کیا داده شد؟ مبلغ مذکور را بابت حقوق و مزایای 35 نفر از پرسنل که 12 نفر آنان بازنشسته هستند هزینه کرده است. 25 میلیون تومان در ماه.
یه قلم همکاری سرداران سپاه با این اختلاس کلون ببینین. به موجب تفاهم‌نامه سه‌جانبه منعقد بین شرکت فولاد مبارکه، بانک قرض‌الحسنه رسالت و سپاه ناحیه مبارکه مقرر شده از محل منابع نقدی شرکت فولاد مبارکه در بانک رسالت سپرده گذاری شود. در بانک رسالت بگیم سپرده گذاری بانک رسالت پولدار کنیم. از محل اعتبار سپرده مذکور به افراد معرفی شده توسط سپاه ناحیه مبارکه مبلغ 150 میلیارد ریال به کارمزد با کارمزد 2% تسهیلات پرداخت گردد. در اجرای موافقتنامه فوق مبلغ 4300 میلیارد ریال طی اسناد حسابداری به حساب قرض‌الحسنه رسالت واریز و سپرده شد. سپرده سازی منابع شرکت و استفاده جهت غیر مغایر با منافع سهامداران شرکت است و حداقل معادل سود سپرده های بانکی بالغ بر 77.5 میلیارد ریال به منافع سرمایه‌داران زیان تحمیل شده است. سفارش کرده نمیدونم دستتون اومد یا نه که سفارش کرده که آقا بیا تو 150 میلیارد ریال بذار توی بانک که با کارمزد 2% بذار تو بانک ما، تو پول بیار بذار تو بانک ما که ما با کارمزد 2% اینو تسهیلات بدیم به یه سری آدم. همین نمیگه خوب باش میشد باشه میشد گفتم اینا همه پولای خورده، پولای دوزی اصلی جای دیگه است. تو برنامه‌هایی که ماه گذشته با آقای عباس پالیزدار داشتیم اگه یادتون باشه یکی از مواردی که بررسی شد فروش سنگ آهن نامرغوب به جای سنگ آهن مرغوب از معادن بود که این وسط مدیر عامل چادرملو و هیئت مدیره گلگهر و غیره میلیون ها دلار دوزی کردن و راست دارن راه میرن، همچنان هم هستن. نمونه مشابهش رو دقیقاً اینجا هم می‌بینید، یعنی یه راه دزدی باز شده سالهاست بین معادن و شرکت ها. خرید گندله از فولاد هرمزگان، خرید گندله ببینین دارین میبینین که مغایرت یعنی چقدر کم فروشی شده، وزن بر حسب کیلوگرم طبق توافق صورت حساب و وزن رو میبینین و مغایرتش بر حسب کیلوگرم چقدر تفاوت داره. قضیه 99,000 یعنی 100,000 میلیارد ریال تفاوت فقط یه قلم گندله از فولاد هرمزگان. غیر از اینکه اختلاف میزان گندله تحویلی فولاد در هرمزگان با صورت حساب فروشنده بیش از 3000 تن هست، ببخشید 3000 تن تفاوته، از گزارش براتون میخونم از تحقیق تفاوت. طبق نمونه های کنترل کیفی گندله تحویلی واحد کنترل کیفیت شرکت فولاد هرمزگان، گندله تحویلی دارای عناصر مزاحم بوده که ضمن آن که موجب افزایش سرباره کوره میشود عمر نسوج را کاهش میدهد. لذا علارغم آن که شرکت اقدامی جهت قطع خرید گندله از شرکت مذکور نکرده، برخلاف ماده 9 قرارداد مبنی بر تاثیر کیفیت بر قیمت، جریمه‌ای برای شرکت طرف قرارداد محاسبه و منظور نکرده است. همچنین بابت تأمین کنسانتره خارج از منطقه سنگان مبلغ ثابت به نرخ فروشنده اضافه می شود که در این خصوص مبلغ نزدیک به 7000 میلیارد ریال پرداخت شده و این اقدام هم موجب هموارسازی سود و انتقال سود معادل مبلغ فوق از فولاد مبارکه به فولاد سنگان شده و مبلغ نزدیک به 1000 میلیارد ریال مالیات عمل کرده در بچه خزانه دولت کمتر پرداخت شده. از سوی دیگر نرخ قرارداد اصلاح شده که این امر مغایر با بخشنامه وزارت سمت بوده و منجر به اضافه پرداختی، ببخشید نرخ قرارداد اصلاح شده، از اول که قرارداد چندین بار این اتفاق افتاده در این گزارش می‌بینیم، قرارداد اول می‌بندن بعد از 2 ماه میرن قرارداد اصلا عوض میگن، نرخش خب دلار رفت بالا نمون فلان شد بهمان شد، نرخ قرارداد رو عوض میکنن 3 برابرش میکنن مثلا، هست اینا در گزارش. از سوی دیگر نرخ قرارداد اصلاح شده که این امر مغایر با بخشنامه وزارت سمت بوده و منجر به اضافه پرداختی به مبلغ بیش از 2000 میلیارد ریال گردیده است. این چجوری قضیه؟ خب معلومه دیگه، این فقط یه سفره انداختن و روشنه دیگه، من چرا توضیح میدم. همین شیوه در جریان خرید گندله از جاهای دیگه هم انجام میشه. سال 99 در جریان خرید از فولاد سنگان بیش از 260
65 میلیارد تومان یعنی حدود 10 میلیون یورو اضافه بر مبلغ اولیه قرارداد میدن به فولاد سنگان. میبینین دیگه توی این جدول که فولاد مبارکه فقط در سال 98 63 قرارداد با ترک تشریفات یعنی غیر قانونی با فولاد سنگان بسته به مبلغ بیش از 600 هزار میلیارد ریال یعنی حدوداً 430 میلیون یورو فقط در یک سال و فقط با یک شرکت. این شرکت دست کیاست؟ دست خودشونه، یعنی دست مدیرای فولاد مبارکه. ببینین دیگه فولاد سنگان خراسان، ببینین مدیراش کیان. علی امرایی به نمایندگی از فولاد مبارکه، سید علی شمسی نیا به نمایندگی از فولاد متیل که یکی دیگه از شرکت‌های فولاد مبارکه است، ایاز اسماعیلی به نمایندگی از فولاد مبارکه، مامرضا اسماعیلی ارمکی به نمایندگی از فولاد مبارکه، رسول جمالیان اصفهانی به نمایندگی از توکا فولاد که زیر مجموعه فولاد مبارکه است. یعنی یک شبکه عنکبوتی درست کردن زیر شرکت‌های مجموعه فولاد مبارکه با حمایت و همکاری سپاه و اطلاعات و نیروهای انتظامی و نظامی و وزرا و معاوناشون، حتی رئیس جمهور و معاون اولش، 92 هزار میلیارد تومان که میشود نزدیک به 4 میلیارد دلار اختلاس کردن. کم پولی نیست که بدون دو تا سه تا دوز با هم بخورن. که برای همینه که اینقدر گسترده است این شبکه. بعد این فقط دوزی و بخور و ببر و حیف و میل نیست، این سیستم روی قیمت بازار هم تأثیر میذاره، باعث گرونی بیشتر هر چیزی میشود که به محصولات فولادی نیاز داشته باشه. از تو آشپزخونه خونتون بگیرین تا ماشین ظرفشویی رخشوییتون تا نمیدونم تا خودرو تا همه چیز. مثال این تغییرات سهمیه شرکت‌های بازرگانی و خریدار و دلال هاست که با پارتی بازی سهمیه‌های عجیب غریب از فولاد مبارکه می‌برند. جدول 5 نشان می‌دهد که به عنوان مثال به شرکت آریس آکسین و بازرگانی بهان تجارت و غیره مقدار بسیار بالاتر از سهمیه اختصاص یافته محصول تحویل شده است که این هم بیانگر آن است که رانت ویژه‌ای در اختیار عده‌ای خاص آن هم به صورت اعتباری بدون نیاز به منابع مالی افراد مذکور داده شده. شایان ذکر است که اختصاص چندین برابری محصولات در اختیار شرکت‌های بازرگانی که حداکثر تعداد نیروی انسانی آنها 10 نفر است قرار گرفته، در حالی که برابر هدف اولیه فولاد مبارکه باید در اختیار تولید کنندگان واقعی قرار می گرفت. فلان شرکت که 7-8 نفر اسمی مدیر و کارمند و آبدارچی و راننده داره، کلشون 7-8 نفرن، 3000 تن فولاد رو میخوان چیکار کنن که سهمیه دارن هر سال از فولاد مبارکه. خب میخوان تو بازار آزاد با قیمت بالا بفروشن، درآمدش هم نون حلال بکنن تو حلق خودشون زن و بچهشون. نتیجه ای که گزارش نوشته، ماحصل تخصیص رانت‌های ویژه پنهان ایجاد شده در جهت خلاف منافع سهامداران و ذینفعان، ارتکاب جرائم رشا و ارتشا، اخذ پورسان، پولشویی و فرار مالیاتی و غیره است که جرائم احتمالی ارتکابی فوق از طریق بررسی تراکنش حساب‌های بانکی، بررسی اموال و دارایی‌های داخلی و خارجی اشخاص و خانوادگی مرتکبین جرائم و تخلفات فوق قابل اثبات است. خب چرا واسادین برین سراغشون به مردم بگین اینا کیان؟ اگه جرأتشو دارین، اگه رئیستون نمیگه اخراجت میکنم اگه دنبال کنی قضیه رو. یا مثلا تو همین ردیف قراردادا که صحبتش بود، میاد فولاد مبارکه با شرکت حمل و نقل توکا که زیر مجموعه خودش قرارداد می‌بنده با موضوع حمل و نقل جاده‌ای مواد اولیه و محصولات صادراتی از مبادی مختلف و بالعکس به مدت 5 سال 200 میلیارد تومان میده به توکا. تا حمل و نقل رو براش 5 سال به عهده بگیره.
توکا باز همون داستانیه که مدیرای این هم هستن، بعد میان با همدیگه مثلا بحث میکنن سر قیمت و قرارداد و اینا. خودم با خودم دارم مثلا 5 نفر، واقعا دیدین دیگه 5 نفر هستن تو هیئت مدیره این، تو هیئت مدیره این، 5 نفر دوباره میشنن میگن خب توکا رو چیکار کن، توکا مال خودتونه، خب فولاد مبارکه فلان بهمان، خب چیکار کنیم، فولاد هم مال خودتونه. بعد توکا وقتی قرارداد 5 ساله میبندن باهاش برای 200 میلیارد تومان برای حمل و نقل، میگه خب من که، یعنی خودشون میگن من که کامیون ندارم، چیکار کنیم؟ فولاد مبارکه پول 100 تا کامیون ولوو از سایپا دیزل رو میده به توکا، میگه بیا اینم پول 100 تا کامیون برو بخر، بیا قرارداد حمل و نقل رو اجرا کن. خود گزارش تحقیق تفحص میگه وقتی براش کامیون میخری، یعنی اون فقط مجری کاره، مگه خودت دستت کج بود نمیتونستی این 100 تا کامیون رو بیاری تو این شهر عظیم فولاد مبارکه و کار حمل و نقل رو خودت انجام بدی؟ آقای فولاد مبارکه حتما باید زیر مجموعت میدادی بهش که به اسم زیر مجموعه کارگیری بشه. و بعد گریه دارترین قسمتش اینه که توکا کامیونا رو هم نمیخره، فقط پولو میگیرن، یعنی به این اسم پول 100 تا کامیون رو برمیدارن 13 تا کامیون میخره، بقیه‌اش هم خب مثل همه چی کف میرن دیگه، خودشون کف میرن، یعنی خود مدیرای فولاد مبارکه و این شرکت که زیر مجموعه فولاد مبارکه است و مدیراش فولاد، مدیرای فولاد مبارکن، اینا به اضافه من نمیدونم دیگه چقدر میدن به مدیرای سایپا خود رو، چون اونا هم جزو متهمینه طبق گزارش. سال 96 و تا 97 و 98 تا 99 مدیرای سایپا و ایران خودرو کیا بودن؟ کاری نداره که پیدا کردنشون. به موجب صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های ایران خودرو و سایپا به علت مازاد بر نیاز ورق خریداری شده از فولاد مبارکه، ورق‌ها را در بازار فروختند. چون که خودرو قرار تولید کنن گفتن زیاد داریم، بریم تو بازار آزاد خودمون بفروشیم. شرکت‌های فوق، یعنی همین ایران خودرو سایپا، بدون توجه به میزان ورق مورد نیاز متناسب با خودرو تولیدی اقدام به خرید محصولات فولادی از شرکت فولاد مبارکه نمودن تا در بازار آزاد بفروشن. خب اینم یه راه درآمد برای مدیران نظام مقدس دیگه. من بگم که ببینین دیگه، 1500 تن محصول از فولاد مبارکه گرفتن تو این 2.5 سال، چقدرش رو مصرف کردن، چقدرش رو فروختن، چند فروختن تو بازار، هیچیش در گزارش معلوم نیست. ولی اونام گزارش ندن، پیدا کردن مدیرای این دو خودروسازی سایپا و ایران خودرو که کاری نداره. مدیرای سایپا و ایران خودرو سال 96 تا 99 اینا بودن: امیر هوشنگ روشنزاده، فرشاد مقیمی، مهدی خطیبی، سید جواد سلیمانی. اینا کجا؟ روشنزاده رو میدونم که یه چند روزی گرفتن و ول کردن، بقیه هم که دارن تو شرکت، شاید هم خود روشنزاده الان دارن تو شرکت های خودروسازی کار میکنن، اشتغال دارن، نون حلال میکنن تو حلقومشون. بخشی از قرارداده با شرکت های دیگه، چه داخلی و چه خارجی، که توی گزارش آمده، یکی از نون دنیای طعنه‌دار فولاد مبارکه است، ماجرای فروش. گزارش به مواردی از قراردادهای مختلف با شرکت های ایرانی و خارجی پرداخته که همه با ترک تشریفات و همه بدون رعایت موارد قانونی بود. حاصل شده صدها میلیون یورو بذل و بخشش به این شرکت ها، رشوه خواری در واگذاری قراردادها و عدم پیگیری کافی، حتی از خریدای ناقصی که از قبل این قراردادها میکنن، خیلی هاشون ناقص خریدن. و بخش مهمی از گزارش به اینه که آقا جون قرارداد ناقصه، چون نرفتی پولتو بگیری. حتی از این قراردادها کلون کلون میدوزن، نمونه شو دارین میبینین. بهای تجهیزات تحویلی طبق CBS پیوست
پیوسته قرارداد بالغ بر 1,962,942 یورو، یعنی حدوداً 2,000,000 یورو است. لیکن بالغ بر 856,886 یورو فاکتور و صورت وضعیت شده است. یعنی چی؟ 856,000 اون 2,000,000، یعنی نزدیک 1/3 مبلغ خرید فاکتور زدن، 2.5 برابر بر زدن برداشتن، کمتر 2.5 برابر مبلغ فاکتور رو کف رفتن. چقدر؟ حدود 1,100,000 یورو. فقط در یک مورد قرارداد با شرکت‌های سوری و یا با فسخ قرارداد با شرکت متخصص و بستن همون قرارداد با شرکت غیر متخصص سفارشی با 3 برابر هزینه باعث یک ضرر کوچولوی 35 میلیون یورویی به سهامداران بدبخت شرکت فولاد شده. گزارش 2 نفر مسئول این قرار داده کرده: علی احمدیان عضو هیئت مدیره فولاد مبارکه و حمیدرضا عظیمیان مدیر عامل وقت. علی احمدیان کجاست و کیه؟ من فقط خدمتتون کوتاه عرض کنم، علی احمدیان رئیس هیئت مدیره شرکت فولاد مبارکه ثروتی به جیب زده از واردات بسیار زیاد الکترود گرافیتی و فروشش به کارخانه های فولادی کشور به نام خواهرزادش حبیب پیلبری در کرمان. ایشون که دارین عکسش رو می‌بینین، حبیب علی احمدیان معاون وزارت اطلاعات بوده، تو ستاد اجرایی فرمان امام خامنه ای مسئولیت داشته و تو وزارت صمت در معاونت محمد شریعت مداری. الان کجاست؟ هنوزم اسمش توی هیئت مدیره فولاد. حمید رضا عظیمیان هم که داره راست راه میره و بخشی از این گزارش و آدم‌ها و مطلب موند، نمیدونم، شاید هفته آینده ادامه بدم. لااقل این بخش مانده رو، یک گنجی که مال سهامداره بدبخت افتاده دست اینا، هر جور تونستن چاپیدن روی این حساب که نقدینگی لازم داریم. من فقط یک نمونه کوچیک بگم: 3800 میلیارد تومان بهره تسهیلات دادن، بعد همزمان بالای 4000 میلیارد تومان سپرده‌گذاری کردن کوتاه مدت تو بانک‌ها. سود این سپرده‌گذاری کمتر از بهره ای است که واسه وام دادن. بذارین هفته آینده ادامه میدم بخشش های شد. بریم پرده آخر. هارو علیه لعنه یه مش ساحل و جادوگر رو دعوت کرد، امام موسی بن جعفر هم تو بغداد اوورد از زندان بیرون، نشون سر سفره. به جادوگر گفت، امام موسی بن جعفر که دست راز میکنه نون برداره میل کنه، تو جادوش کن مسخرش کنیم بخندیم حجت الله را. امام نشسته، این لشوش و لسوس و بیارم نشستن، آقا دست کن نون را برداره، او جادو کرد، این میشه یک کبوتر شد پر کرد تو هوا، اینا هم ریختن به خنده. آقا سرش انداخت پایین، آقا سرش آورد بالا، دید یه پرده بالا سر هارونه، دو تا عکس شیر روی این پرده است. فهمود یا اسد الله خود الکافر، او شیر خدا بگیر این کافر را. تا این لفظ یا اسد الله خود الکافر از دهن مبارک امام حسین جعفر اومد بیرون، این دو تا که عکس بودن به پرده، دو تا شیر شدن، نرو ماده چسبیدن به این، پیچوندندش به هم، خوردش کردند و خوردندش و خونایی هم که ریخ رو زمین لیسیدن. شسمه درست میگم لیسیدن؟ زمین زدن، مال کم کردن. شب و روزگار خوش.